اینو نگه داشتین، وگرنه باز تو درد سر می افتادم. نه نه، این که قابل تشکر نیست. هر کی جای من بود همین کارو می کرد. به هیچ وجه. تو این دوره زمونه آدمو می بینن رو بر می گردونن، اما شما کارتو گرفتین و نگه داشتین. سمین درست میگه پسرم، این دومین لطفت در حقمون. لطفاً کلمه لطفو نگین. اما بازم من خیلی شرمندتم به خاطر اینکه توی دانشگاه باهات بد رفتار کرده. نه نه، من در این مورد خیلی فکر کردم و ایشون کاملا حق به جانب بودن. دختر باید همینجوری باشن، با سیاست که از غریبه ها فاصله بگیرن. حتی پیش من سمین خانم احترامش بیشتر شد. شما لطفا نسخایی نکنی. خب همینجوری بخوای حرف بزنی چاییت سرد میشه. بفرما از این بیسکویت ها. شما بشینید لطفا، من خودم برمیدارم لطفا. عمو، من مطمئنم وقتی این خبر رو بهتون بدم شما بیشتر از من خوشحال میشین. مگه چه خبری دخترم؟ حمزه داره منو میبره لندن، منو میبره بابامو ببینم. مگه باورم نمیشه؟ چه ذوقی هم داره، آدم چشاشو باز میکنه این ور اون ورش هم نگاه میکنه. ببخشید منو ببخشید سمین. سلام علیکم. آله دخترم، دخترم چه شد؟ همزه. من میدونستم تو وقتی منو خونت ببینی اینجوری سرت گیج میره. اولین قدمم هوش از سرت پروند، حال نفیس احمد. حالا از این به بعد میبینی که من باهات چه کاری میکنم. حاله چت شده؟ نمیدونم چه شد، همه خونه رو ول کرده همینجا قش کرده. چطوری قش کرده؟ عمو چش شده؟ حاله؟ با خوشحالی اومد خبر رفتنش به لندن رو بده، اما یهوی قش کرده افتاد. حاله لطفا به هوش بیا. حاله خب الان چشاشو باز میکنه. زنمو چی کار داری میکنی؟ مگه اینجوری آب میپاشن؟ حاله به هوش بیا لطفا. بلندش کن. شما به دکتر زنگ بزنین. شما کجا میری؟ میرم پیش حاله دیگه. اونی که پیشه حالا باید باشه پیشش هست. شما بیاین اینجا بشینین. بفرمایین. بشین پسرم بشین. داشتم رکعت آخر رو میخوندم، با شوق و هیجان مثل بلبل چهچهه میزد و پیشم اومد. سلام نمازم تموم نشد که شنیدم حالا قش کرده. حمزه چی شده؟ نمیدونم آمون بزرگ، وقتی رسیدم همون گفت که قش کرده، خودم هم نتونستم بفهمم. کسی اینجوری یهوی قش نمی کنه که، یه چیزی شده. سب کن آمون بزرگ، دکتر گفت نریم داخل، داره معاینش میکنه. وای سینه لازم. وای خدا به خیر کنه، خدای خیر باشه. چی شد خانم دکتر؟ همه چی خوبه، همسرتون یه زن امیدواره. همسرم چی؟ وای خدا مرگم بده، نکنه یه بیماری جدیده که مبتلا شده. دوباره تکرار کن. شما دارین مامان بزرگ میشین مادر جان. وای مامان بزرگ نه، مامان مامان بزرگ بگو دخترم. وای خدای شکرش. وای رسول، جلیل، شهلاس. وای شما کجایی؟ جلیل پسرم. وای شهلاس کجایی؟ حاله عزیزم، مامان بزرگ فداد. آروم باش عزیز دلم، آروم باش. چی شده حاله؟ الان حالت خوبه؟ نه نه نه، درست بکش عزیزم. نه نه نه
چیو داره میبینی؟ آروم باش. پیش عمو جان بودی، اونجا قش کرده بودی. قش؟ آخه حمزه چرا حرفو کش میدی؟ ببین چطور هراسون شده؟ ببین دخترم رنگ و روش پریده؟ عمو اینا یه مهمون داشتن، نه مامان بزرگ نفر بود، نه یکی بود عزیزم. مامان بزرگ چی داری واسه خودت بلغور میکنی؟ مگه اونجا جن دیدی دختر؟ هیچ کس نبوده عزیزم، هیچ کس نبود. تازه به روش اومده، نمیدونه چی داره میگه. راست میگه، راست میگه. عمو اینا مهمون داشتن، منم نتونستم ببینمش. اینو بیهوش دیدم، اوش از سر خودم هم پرید. پس یعنی من توهم نزدم؟ من خواب ندیده بودم، اون خورم بوده. حاله حاله کجا داری میگی؟ نه من باید برم. حاله تو چه شده؟ وایسا، من راست میگم، این حواسش سر جاش نیست، حتما سایه منحوس کسی روش افتاده. تو دخترم آروم بشین، من الان دعا میخونم، الان دعا میخونم دخترم، برای دعا میخونم. چیزی نیست دخترم، همه چیز خوبه، تو این دوره اتفاق میفته، چیزی نیست. چه دوره ای؟ من چیم شده؟ چیزی نشده، من بهت میگم، مطمئن. منو ببخشید سمین. سلام علیکم. چطوری قش کرد؟ عمو جان چه شده؟ حالا من آره تو مادر؟ آره اولش من فکر کردم الان خیلی زوده، اما من بعدش خیلی خوشم اومد، خیلی ذوق کردم، الان همه خیلی خوشحاله. تو خوشحال نیستی حالا؟ چی شده؟ همه چی خوب عزیزم؟ من میترسم. برای چی میترسی؟ من برای همیشه کنارتم. متشکرم. خودتو برات گرفتم، هر کاری که دلت خواست میتونی انجام بدی. اینجا خونه بزرگ نمیتونم برات بگیرم، اما زنم خودتون بهتر از من میتونین که از دهن حمزه این کلمه برای من بیرون نمیاد. پس چرا هر بار این حرفو تکرار میکنین و خودتون رو ناراحت میکنین؟ قرصتون رو بخورین، اینطوری کسی مانع بالا رفتن فشار خونتون نمیشه. از اینجا گم شو رومی. چی کار میکنین؟ من دارم بهت میگم دهنتو ببند، وگرنه زبونتو قطع میکنم و توی دستت میذارم. برو. اون تو داخل خونم رسیده، ولی به چه عنوانی؟ مطمئنم اون مهمونه یه هاییم نبود، براش میز پذیرایی حاضر کرده بودن. نکنه اون هم کلاسی سمینه؟ نه این ممکن نیست. خورم خیلی وقت از دانشگاه فارغ التحصیل شده، ولی اونجوری که خورم باشون حرف میزد و همشون اونجا نشسته بودن،
حالا از کی بپرسم؟ به کی مشکلمو بگم؟ نه نه نه، نمیتونم به هیچ کس بگم. چی کار باید بکنی حاله؟ فکر کن. خوشحالی ما رو چشم زدن حمزه. حالا چطوری خوشحال باشم؟ خدایا جادو جه ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا جو لوٹے دل کا جا سمین بد جوری دلش شکست. مگه اون به چیزی گفته؟ اون کی به زبونش چیزی ها میره؟ من مادرشم، میشناسمش. سوفیا بی خود و بی جهت فکر و خیال نکن، این طبیعیه دیگه. وقتی ازدواج کنن بچه هم به دنیا میاد. شما درست میگین، اما منم خیلی ناراحت شدم. ببین زندگی حالا چقدر تغییر کرده، یه زندگی آروم داره. انشالله وقتی نوبت سمینم بیاد اونم زندگی آرومی داره. کاشم زودتر ازدواج میکرد. سوفیا ببین، سمین همه ی این حوادث رو پشت سر میذاره، دوباره وایستده و داره سمت هدفش حرکت میکنه. تو حواسونو پرت نکن، بذار درسشو بخونه. بعد ازدواجم میتونه درسشو بخونه. الان دور زمونه عوض شده، شوهر خودشون کمک میکنن زنشون پیشرفت و ترقی کنه. اما سوفیا روز خودت گفتی که مادر شوهر، خواهر شوهر و کلی ایلو تبار میتونن مانع درس خوندنش بشن. ولی اگه مادر شوهر و خواهر شوهر نداشته باشه چی؟ پسر از زیر زمین در میاد؟ من که نمیدونستم. اگه من بگم همچین پسری رو پیدا کردم چی ها؟ کی؟ کدوم پسر؟ سمین؟ شما چرا اینجا نشستین؟ الان باید سر کلاستون می بودین. کلاس تشکیل نشد، کنسلش کردن. من میتونم بشینم؟ آره ممنون. توی خونه همه چی خوبه؟ آره توی خونه همه خوبن. چرا؟ خب راستش دیروز اون اتفاق افتاده بود. معذرت میخوام سمین، نمیدونم باید این سوالو بپرسم یا نه، اما خودتون بهم گفتین که توی خونه شما پدر مادرتون زندگی میکنن، پس اون آدم ها. شما لطفاً اینجوری غمگین نباشین. اینجوری غمگین دیدمتون واسه همین فکر کردم مربوط به اتفاق دیروزه. اما اگه نمیخواین لطفاً به من بگین، اشکالی نداره. سمین لطفاً، من نمیتونم شما رو اینجوری ببینم. شما با اعتماد به نفس خیلی خوب به نظر میرسین، باید خوشحال باشین. خورم
دوروبر آدم ها ممکنه خیلی ها باشن، نه؟ اما اینکه کی تو زندگیمون بمونه انتخاب این دست خودمونه دیگه. توی زندگی من و توی اون خونه هم فقط مامان بابام هستن، بقیه مثل سیالشگر میمونن. حق با شماست. گاهی آدم ها با یه لشکر تنها میمونن، اما گاهی برای یه نفر همه چیزش میشن. سامین، شما برای من اون یه نفرین، همش دور و اطرافم هستین. من چی؟ آره سامین، مامان شما و باباتون برای آدم تنهایی مثل من همه دنیام شدن. خورم؟ خورم؟ آره، جلیلون کاملا طبق انتظار و توقعات ماست، هم تنهاست، هم اخلاق و شخصیتشو خیلی خوب میدونیم، از قیافه و تیپ هم که از کسی کم نداره، پسر تحصیل کرده یه کارم پیدا میکنه، اون ظرفیت اینو داره که پیشرفت کنه. اما طبق معیارهای سمینم هست؟ از خودش خونه ای نداره، خانوادش هم اصلا نمیدونیم کیه. خانوادش که از رفتار و تربیتش کاملا مشخصه، میمونه حرف خونه زندگی. ما هرچی داریم برای سمینه دیگه. اما سمین راضی میشه؟ و با این خرم کی میخواد حرف بزنه؟ آره، به اینش باید فکر کنیم دیگه، باید در مورد این فکر کنیم. اما شما از خرم خوشتون میاد؟ آله، یه چیزی رو بهم بگو. دختره خوشگل وقتی خودشونو تو آینه میبینن به چی فکر میکنن؟ میگن کاش تقدیرم هم اینقدر خوشگل میبود. مگه تقدیر چش شده؟ همه چی که داری دختر، آرامش، آرامش ندارم، فقط آرامش میخواستم. غذا میخوری؟ بیارم. میدونم چته، به خاطر لندن نرفتنمون نراحتی. منو نگاه کن، تو، من و بچه‌مون هممون میریم لندن. اینو بهت قول میدم عزیزم. به من اعتماد نداری؟ تصویر من میں بس یار کی تسبیح پڑی تیرے پیار کی جا ملا ہے رب سے جس کو مانگا تو وہ سلا ہے تقدیر جب سے تجھ سے جڑی ہے جام محبت زہر عاشقی ہے. شما راست بگید ماما. بابا تم همینجوری تعجب کرد ولی بعدش قانع شد. قانع شد؟
چطور؟ خب به خاطر دلایل قانع کننده مامانت. اما آخه این چطور ممکنه؟ نه خیر، این درست نیست مامان. ما از کجا بدونیم اون کیه؟ از کجا اومده؟ از ظاهرش مشخصه چجور آدمیه. دیدی که بهت کمک کرد و به خاطر یه دختر غریبه حتی از جون خودش گذشت. پس فکر کن وقتی مسئولیت محافظت کردن از یه دختر رو به عهده بگیره، اون وقت چه کارایی میتونه انجام بده. من همه چی رو واضح برات توضیح دادم. هیچ چیزی اجباری نیست دخترم، تو خوب میدونی. بهتر فکراتم بکنی. من بدون رضایت دخترم مطمئن باش که هیچ کاری رو انجام نمیدم. باشه. یه دختر دیگه اگه بود منو میفهمید. دست که هیچی، حتی بازومم محکم گرفت. اما سمین یه دختر متفاوتیه. بی خیال، هر جوری که هست هدف من وارد شدن به خونه شونه. فکر کن خورم، یه بهونه منطقی پیدا کن. چی کار کنم؟ خورم. هلو خورم پسرم. سلام علیکم. علیکی سلام، منم داشتم به تو فکر میکردم. خدا به عمر طولانی بده پسرم. سلام علیکم. و علیکی سلام. سلام علیکم. لطفا بشینیم. لطفا اول شما بفهمید. باشه. شیرینی برای چی؟ یه کار خوب پیدا کرده. آه خیلی عالیه. به من چیزی نگفتی؟ به منم پشت تلفن نگفت، فقط اجازه گرفت که شیرینی رو بیاره. منم گفتم پسر، مگه کسی واسه شیرینی آوردنم اجازه میده؟ خاله من کسی دیگه ای رو نداشتم که خوشیمو با شریک بشم، واسه همین اینجا اومدم. مامانم هم توی همین انتظار از این دنیا رفت. خوشی کار پیدا کردنمو ندید. پسرم، مادرها حتی اگه از دنیا برن بازم از غم و خوشحالی بچهشون بیخبر نمیمونن. روحشون الان حتما در آرامشه. رویام که خیلی بلند بود، اما اینجا شانس پیشرفتم خیلی زیاده. بقیهشو که آدم میتونه همه عمرشو تلاش کنه. نگران نباش پسرم، بعد از هر سختی آسانی در راهه. اما شما کاملا درست میگین. من الان این حسو دارم که روزای بعد من تموم شده. منظورم اینه با خانواده خوبی مثل شما آشنا شدم. وگرنه بعد مامانم بعضی از روزام حتی بدون حرف زدن با کسی میگذشت. خب الان کارم پیدا کردی، پس ازدواج کن دیگه. برای حرف زدنم باید یکی رو پیدا کنی. وقتی بچه دار بشین خانوادتم کامل میشه. نه خاله جان، به آدم تنهایی مثل من کی میخواد دختر بده؟ نه خیر پسرم، اصلا همچین چیزی نیست. تو هیچی کم نداری، خودتو دست کم نگیر. باشه؟ اگه تو بخوای ما هستیم تا یه دختر خوب برات پیدا کنیم. واقعا خاله، منظورم برای من واقعا افتخاره که این خوبی رو به من بکنید. اما خاله، دختره تحصیل کرده باشه، خانوادش خوب باشه و همین، من دیگه چیز زیادی نمیخوام. از همینجا لطفا برو آجیله رو بیار، من میرم چایی درست کنم. چشم مامان.
دلت برای بدبختی من میسوزه. این روزا مردم این دیوونه ها پول خرج میکنه. بکن که منو داری باشه. خب معلومه که دارم. پس بگو که به جز من چیز دیگه اینه. یعنی به خدا بگم من هیچی نمیخوام. اگه اون اجابت کنه واقعا هیچی نمی. من الان غیر از تو خیلی چیزا میخوام. مامان بازم اون پسره اومد. مردم وقتی میخوان دخترشون ازدواج کنن خیلی چیزا میخوان پسرم. حتی یه جوریه که به اندازه وزنشونم طلا میخوان. اما من اینجوری فکر نمی کنم. تو جوری که آبرو و جون سمین رو نجات دادی اون برای ما از همه چی مهمتره. مرد هیچی هم نداشته باشه اما باید محافظ باشه. من خودم مرد ضعیفیم بسه همین اینطوری فکر میکنم. پسرم برای ما شخصیت و رفتار خیلی با ارزشه. لطفاً هیچی نگو. هیچ اجباری نیست. این فقط یه نظر بود. و خاله چی بهتون بگم؟ شما که اصلا هیچی برای من نذاشتین که بگم. آرزو داشتم که با خانوادتون وصلت کنم اما هیچ وقت نمیتونستم به زبون بیارم. شما حرفای منو به زبونتون آوردین. شده حاله؟ تو چت شده باز؟ همین الان که حالت خوب بود دختر بیا اینجا. آره ها؟ بیا اینجا بشین ببینم. نه 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 من خوبم. من خوبم بابا. رنگ و رود پریده. ببین چقدر داغونی. بیا اینجا بشین آب میارم. چی شده؟ انگار روح دیدی. چی شده؟ بیا این آبو بخور ببینم. این کارو چیه میکنی؟ ببینم تو چیزی میبینی؟ چی دیدی خب؟ روح دیدی؟ یادتونه بهتون چی گفته بود؟ که اولین شیرینی خواستگاری رو به شما میده. رومی دخترم من حرفم کاملا یادمه. اما این شیرینی واسه اون نیست. ولی اون شیرینی اونم به زودی براتون میارم انشالله. خب کیه سوفیا؟ یه ذره صبور باش آبجی. وقتی جشن بگیریم همه یه مردم میبینن. اون وقت کسی شما رو هم من نمی کنه. قبوله؟ به نظرت خیلی عجله نمی کنی سوفیا؟ به هیچ وجه. سالها بود که با چشم شما دنیا رو میدیدم. الان با چشمای خودم میبینم. اما نگران نباشین. سالها شاگردتون بودم. اسمتون رو به زمین نمیذارم. اینو فراموش نکن که گربه به شیر همه ی فنون رو یاد داده بود. اما بالا رفتن از درخت نه. آبجی کی به شما گفته من قصد دارم اون بالا بالا ها برم؟ رومی دخترم تو که بردار. شهناز ملکشیک رو هنوز حاضر نکردی؟ ملکشیک؟ چه ملکشیکی؟ وای یادت نیست؟ صبح بهت گفته بودم که حاله عصر نباید چایی بخوره، باید ملکشیک بخوره. خب حاله ملکشیک میخواد درست کنه. خب کار من نیست که. وای وای کار تو نباشه پس کار کیه؟ بارداری خودتو فراموش کردی؟ وقتی تو باردار میشدی من چقدر برات شیرینی درست میکردم و میآوردم تا تو بخوری. آفرین شهناز آفرین. سلام علیکم ماما.
منه که سلام. چیزی شده؟ چرا داد و بیداد میکنی؟ رسول پسرم، تو شاهدی. وقتی حمزه به دنیا می اومد، من هر روز سر این خانم رو ماساژ نمیدادم. اما الان اینه که اینجور آدم ها دو مدلن. یکی اون که توی احساسات غرق میشه. اگه اشتها نداری از اینا بخوری، پس من برای تخم مرغ آب پز میارم باشه؟ و یکی هم که من نجور از بین میبرد. خیلی خوب، این قرص الان جلوی من بخور. یکی دیگه شب شب برای میارم. اما این دارو حتی جونه همسرتونم به خطر میارم. حالی کی بهت این قرص رو داده؟ تو اون قدران برام عزیز نیستی خان که من بخوام برات نسخه تجویز کنم. شما اینو دادی، فریب داد خودش اینو داد. تو چرا حرفا با باور نمی کنی؟ خب یه چیزی بگو قابل باور باشه. حاله این مادر منه. مادر تو بدترین و ظالمترین زن توی این دنیا. حاله همراهان دوست داشتنی در آمریکا، در فصل جدید بهترین سریال ها را برای شما در نظر گرفته ایم.